شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. من یه سوالی داشتم خدمتتون. من 39 سالم هستش و همسرم 42 سالشون هستش و ما یه پسر 2.5 سال داریم. میخواستیم که یه فرزند دیگه ای داشته باشیم و یه مدتی هستش که داریم تلاش میکنیم که بچه داشتیم، ولی خب بچه دار نشدیم دیگه. بعد رفتیم دکتر و بهمون گفتن که اون تایمی که شما دارین دیگه برای باروری اصلا خیلی تایم محدودی هست و ولی ما اقدام نکردیم برای اینکه مثلا بریم بخوایم درمان خاصی انجام بدیم یا مثلا بخوایم IVF بکنیم یا هر چیزی که احتمالا مجبور میشیم که اون کار رو انجام بدیم. بعد همسرم خیلی به من میگن که ما میتونیم که بچه ادابت کنیم، چرا اصلا باید بریم توی این پروسه بارداری و مثلا زایمان و این حرفا. میخواستیم ببینیم که اگر که بخوایم این کارو بکنیم چه چی میگن مسائل و مشکلاتی در آینده برای ما ممکنه به وجود بیاد یا برای بچه‌مون ممکن به وجود بیاد. میشه من بفرمایید چه مدتی ازدواج کردید؟ ما 4 سال فکر میکنم بله ازدواج کردیم. خب دیر ازدواج کردید، مخصوصا شما. بله. خود ازدواج قبلی داشتید هیچ کدوم؟ بله. از ازدواج قبلی هم فرزندی ندارید؟ خوشبختانه خیر. اوکی. از کجا تلفن میکنی؟ از کالیفرنیا، اورنج کانتی. اوکی. ببینید عزیز، موضوع من نظرم رو عرض میکنم. البته میدونید این خیلی نظر کلیست و با خیلی ها اصلا ممکنه نخوره و سازگاری نداشته باشه. من بزرگترین محبت و خدمت و هرچی بخواید نامش رو بگذارید در این که ما فرزند خوانده داشته باشیم میبینیم. یعنی اصلا فکر نمی کنم از این کاری برتر و بالاتر میشه انجام داد. پس هر کسی که واقعا چنین اقدامی بکنه به هر دلیلی کار خیر بسیار مهمی رو انجام داده. در شرایط کنونی مثلا میدونیم که معمولا این بچه ها از کجا میایند و چگونه به وجود آمدند و واقعا احتیاج به یه چنین مواظبت و مراقبت و دلسوزی و پرستاری دارند که با حضور کسانی که آگاهانه این اقدام رو میکنن براشون فراهم میشه. اما با کسانی که فرزند دارن با فرزند خوانده موافق نیستم. علتش هم این هست که اولا هر کاری که بخوان بکنند و بعدا خود بچه ها هر کاری که بکنند اون رو به این که من فرزند اینا هستم و اون یکی فرزند خوانده است یا من فرزند خوانده ام اون فرزند اوناست مرتبط میکنند. یعنی بچه هایی که دائما دنبال دلیل و بهانه میگردند برای نارضایتی که بر اساس آمار بیش از روزی 100 بار براشون اتفاق میفته، هر وقت شما بگید برو تو درس تو بخون یا تو برو اونور، میگه چون من فرزند خواندم، یا حتی میگه من چون فرزندشونم به من زور میگن به اون نمیتونن بگن، یا درست برعکس به هر حال این کار رو میکنن که اون ناراحت بشه. یعنی اینقدر ذهنیت و تفسیر و تعبیر کودک در این زمینه عجیب و غریبه و کاملا هم آشکار برای که معلومه که من فکر میکنم با مسائل مشکلاتی روبرو میشه. این علاوه بر مسائل و مشکلاتی است که اولا غالب اوقات شاید اکثریت قریب به اتفاق شما اصلا نمیدونید زمینه ارثی این بچه چیه، یعنی واقعا از کجا میاد. معمولا آگاهی های در این زمینه نیست، اگرم باشه محرمان است. دومی که شاید بعدا پدر یا مادر یا هر دو
بعد از این مدتی سرکلهشون پیدا بشه و اون وقت شما درگیر یه مقدار تضادها میشید. سوم اینکه اگر این بچه ها مسائل و مشکلات روانی داشته باشن، جو و محیط خونه رو آنچنان به هم میتونن بریزن و شرایطی فراهم کنن که به شما به عنوان پدر و مادر و به فرزندتون آسیب بزنن. و بعدم در عمل من چون شاهد ده ها مورد، البته با تنوع شتا میشه بتونم بگم صدها مورد بودم، به این نتیجه رسیدم که این نگاه و نظر من خیلی نگاه و نظری دور از واقعیت نیست. آمارا رو نمیدونم، برای که این تجزیه و تحلیل ها به این سادگی ها نمیتونه صورت بگیره، ولی با توجه به اطلاعات تکه به تکهی که داریم که کنار هم میذاریم، من مخالف این هستم که کسانی که یک یا دو یا هر چند فرزندی دارن بیان. مگر کسی که بگه من میخوام برم 5 تا بچه بیارم یا 10 تا بچه بیارم، اون موقع گفتم دیگه از این بالا کار بهتر نمیشه کرد، یا یه بچه از خودم دارم از اونجا میارم، ولی خب نوع زندگی ها، امکاناتشون، توانایی هاشون همه مسئله است. و بعدم خیلی موضوع و مسائل پیدا میشه عزیز که شما هر روز، حتی برخی از اوقات هر ساعت درگیرش هستید وقتی با بچه های و یا بچه ها در خانه هستند و کنار شما هستند. اینه که من فکر میکنم حالا که شما یه فرزندی دارید، اگر میتونید و میخواید و کاملا از نظر پزشکی صلاح میدونن که من خیلی مطمئن نیستم، این کار رو بکنید، ولی اگر نه به همین یه فرزند بسنده کنید و اون قاعده رو رعایت کنید که تمام اوقات فراغت فرزندتون با بچه های همسن و سالش باشه، زیرا کنار اوناست که میآموزه، رشد میکنه و به شرایط عادی و نرمالی که در جامعه هست میرسه، ولی کنار شما احتمالا آسیب میبینه و اذیت میشه. ولی اینکه شما دنبال فرزند خوانده برید، الان همسر شما یه مطلبی رو شما از جانب ایشون نقل قول کردید که اینکه وارد یه پروسه‌ای بشید از این قبیل که به هر حال فرزندی رو از خودتون داشته باشید، مسائل و مشکلات و دردسرها و ای بسا هزینه ها و شاید هم برخی از اوقات عدم موفقیت ها داشته باشه، مجبورم خدمتشون عرض کنم که فرزند خوانده یه چنین وضعیتی رو ای بسا 5 یا 10 برابر مسائل و مشکلاتی رو برای 10-20 سال آینده ای که این بچه کنار شماست براتون خواهد داشت. اینی که اگر نگران مسائلی از این قبیل هستید که شما از جانب ایشون اشاره کردید، چند برابرش رو باید منتظر باشید که معمولا از طریق فرزند خواندگی اتفاق میفته. اینه که من باش موافق نیست. خیلی ممنون، خیلی توضیح جامع و کامل. و من یه سوال دیگه هم خدمتتون داشتم اگر لطف کنید. بفرمایید. من پسرم الان یعنی دقیقا 2.5 سالشه. وقتی که 2 سالش بود ما میخواستیم بذاریمش که مهد کودک که بره مثلا یه مقدار سوشال اسکیل کسب بکنه و یه مقدار اون موقع هنوز خیلی حرف هم نمیزد، یه مقدار مثلا بره انگلیسی یاد بگیره و اینا، که پندمیک بود و تصمیم گرفتیم که یه مقدار طولانی تر نگهش داریم. تا 27 ماهگی نگهش داشتیم که دیگه این دو پندمیک تقریبا دیگه یعنی ماسک فری شده بودن مدرسه ها موقعی که ما بردیمش مدرسه، ولی به هیچ وجه حاضر نشدش که بمونه. یعنی 2 روز اولی که رفت خیلی خوشحال رفت و دوست داشت که بره، و بعد از روز سوم خیلی گریه کرد دیگه. هفته بعدش یه هفته مریض شد و نرفت، و بعد دوباره هفته بعدش هر روز وقتی که می رسیدیم دم مدرسه، یعنی در واقع این توی اسکوله، خیلی شدید گریه میکرد که برگردیم خونه. خیلی هم بعدا دیگه اون تایم دیگه صحبت میکرد و راحت مثلا میگفت من رفتم اونجا گریه کردم. و خلاصه اونقدر گریه کرد و نمیخواست دیگه بره که ما تصمیم گرفتیم که نذاریم بره. یعنی میخواست که من بمونم پیشش، با اینکه 2 روز اولش خودش تنهایی رفته بود و خوشحال برگشته بود، ولی از روز سومش دیگه بعد میخواست که من باش برم تو. و من خیلی مهد کودک‌های زیادی تماس گرفتم که ببینم اصلا همچین آپشنی وجود داره که من بتونم با بچه‌م مثلا برم اونجا، مثلا یه ساعت وقت بگذارم تا این به این روتینا و اون فضا و اینا بیشتر عادت بکنه. همه گفتن نه، بحث اون نیست عزیز، نه بحث عادت کردنی نیست. نه ببینید عزیز، موضوعی که ما داریم دو تا چیز داریم، یکی اینکه آیا فرزند ما استراب جدایی داره یا نه.
یعنی اون سپریشن انگزایتی داره یا نه، و این همون روز اول مشخص میشه. چون اگر استرابه جدایی داشته باشه یه روز که سر نیم ساعتش هم نمیمونه. علتش هم این است که موضوع براش در حد مرگ و زندگیه و بنابراین با توجه به آنچه که شما میفرمایید فرزندتون استراب جدایی نداشته. دومین مسئله آن چیزیست که ما حالا به طور کلی به عنوان اسکول فوبیا میشناسیم، یعنی یه حراسی که بچه از مدرسه داره که از واقعا یه اتفاقایی افتاده و تفسیر و تعبیرایی ازش داره. حتی با یه بچه فرض کنید حرفی زده، اون بچه چیزی ازش گرفته گفته فردا بابام میگم بیاد تو رو بکشه، به همین سادگی، و بچه هم این رو به صورت بسیار جدی میگیره و فرضش بر اینه که مثلا پدرانم بیرون دیده که از در یه بچه دو سال و نیمه هر مرد یه قولیه که این میاد و اینو میکشه، بنابراین نمیخواد بره. متوجه این تفسیر و تعبیرهای بچه ها بر روی حوادث هستم، ولی ما یه قاعده ای داریم به اسم قاعده خطرناک ریگرشن، یعنی در حقیقت برگشت. روزی که بچه باید بره مدرسه باید بره. مسئله نیست که اون بره اونجا عادت کنه به روتین، بذارید با آنچه که میبینه و دوربرشه، و این مدارس اونم در یه جای مانند اورنج کانتی اصلا تنبیه در کار نیست، اصلا فشاری نیست، به هر حال گفتگو باش میکنن، فرصت بهش میدن، راه رو براش باز میکنن که بعدا اگر رفته کنار به جمع بقیه به پیونده، و اینا از موارد فوق العاده مهم سازگاری عزیز. یعنی اینا از اون مواردی است که چه بهتر که بچه درگیر یه چنین چالش هایی تو زندگیش بشه، و گریه کردنش اصلا مهم نیست. یعنی گریه کردنش یه بازیه، یعنی بتونه شما رو زیر کنترل خودش بیاره، و معلومه این بچه قبلا این کارو کرده و در نتیجه فکر کرده از این حربه میتونه استفاده کنه و شما رو به سمت میل خودش ببره. بذارید به شما بگم هیچ بچه‌ای ندیش نمیخواد بره مدرسه، حتی وقتی بازی باشه، به مجردی که اونجا بهش گفتن الان باید برید تو اتاق، الان باید مثلا دور این دایره بشینید، میخواد بیاد بیرون و میخواد همه رو به هم بزنه، مخصوصا وقتی که یه همچین تجربه ای رو نداره. بنابراین تو این گونه موارد اصلا نمیشه کنار اومد عزیز. من عرض کردم پسر بزرگ من یه روز برگشت من گفت که بابا من مدرسه رو دوست ندارم. گفتم منم دوست نداشتم، پدرم هم دوست نداشت، تا هم اگر بچه داشت باشی دوست نخواهد داشت، ولی آدم صبح پا میشه بیره مدرسه دیگه حرفم نداری. ممکنه اصلا یادم هم نمیاد نقل نقلی کرده باشه، ولی کرده. چون شما نمیتونید با مدرسه همچی بازی در بیارید، چون اینا مقدمه این میشه برای هر چیزی که اصل و اساسه رو زیر سوال بردن و با بازی و مانور کردن شما رو زیر فشار گذاشتن. اینکه میفرمایید نمیذاشتن من برم، وقتی سپریشن انگزایتی نداره اصلا دلیل نداره پدر مادر برن اونجا. یه محیطی است که شما که وقتی 5 تا یا 50 تا یا 200 تا بچه هست که 200 تا پدر مادر اونجا ولو نیستن عزیز، بنابراین اصلا عادی نیست، معمولی نیست. اونو ما در مراحل اولیه برای حل مشکل اضطراب جدایی توصیه میکنیم که پدر مادر برن وقتی بچه هنوز این مشکل رو پشت سر نگذاشته کنارش باشن. ولی وقتی بچه پشت یه روز یا دو روز رفته مدرسه اومده از روز سوم نمیخواد بره، فقط و فقط برمیگرده به این که ترجیحش تو خونه موندنه به هر دلیلی و ناراحتیش از رفتن مدرسه است، و این اصلا موضوع ما نیست. این اگر قرار باشه بخوایم این گونه نگاه کنیم از پا در میام. اریک فرام یه جمله فوق العاده قشنگی داره، میگه اگر بچه در لحظه تولد میدونست که یه روزی از مادرش انقدر جدا میشه که او رو نمیبینه و نخواهدش، از وحشت هم موقع میمون. این یه واقعیتی است، به همچه که پدر مادر از آغاز نقششون این که بچه ها رو هل بدن که برن. یعنی ما هرچه زودتر باید اونها رو به فردیتشون برسونیم و هرچه زودتر اون در حقیقت مرحله سپریشن اندیویجوالیزیشن که صورت میگیره، بچه به این مرحله از آزادی و استقلال برسه که بقیه زندگیش رو بتونه پیش ببره و اداره کنه. بنابراین آنچه که اتفاق افتاده رو متوجه شدم. الانم با مدرسه ای راه یه جاش عوض کنید یا هر چیزی میبریدش، گریم کرد بهش هیچ اعتنایی نمی کنید. حرفم این است که همه باید برن مدرسه. این بعدم وقتی نگاه کنه ببینه 5 تا یا 50 تا بچه اونجا هستن، متوجه میشه که همه اومدن مدرسه، چون از نظر او همه یعنی 8 میلیارد مردم دنیا همین 50 تا بچه است که اونجا هستن. و اعتنایی هم نکنید، گریه و ایناش هم که بعدن میاد گزارش بس گوش نکنید. رفتم مدرسه اونجا ناراحت بودم، بازی نکردم، گریه کردم، خیر خوار کاری کردم. یعنی اصلا موضوع مهمی نیست. بعدم میدونید من همیشه عرض کردم متاسفانه از بچه‌ها فریبکارتر و حقباستر و شالاتانتر و عرض کنم به جزوی درس کنم برخی از وقت پستر و بیشرفتر
پیدا نمیشه که بخاطر یه چیز کوچکی، حتی دستمال که سهل، یه کلینکس هم همه چیز رو به آتش میکشن. این است که نه محلشون، نظری نگران نباشید، این گریه ها هم ابدا معنایی نداره و نقشی و تأثیری نمیذاره، مخصوصا وقتی بچه باید با واقعیات روبرو بشه، با زندگی روبرو بشه، حتی کمی باید با مشقت، نه درد و رنج، با مشقت بار بیاد، فشار روش باشه، کمی گرسنگی بکشه، کمی تشنگی بکشه، کمی خستگی بکشه، همه اینا جزی از مراحل رشدشه که شکوفا میشه. غیر از اینم چاره نیست، چون اگر دانه قرار باشه زیر خاک به خاطر اینکه خاک روشه و تکون بخوره نمیتونه حرکت بکنه بمونه، اصلا چیزی به اسم گیاه یا درختی در جهان نبود. اینی که خودتون رو اذیت پسر نکنید تو در خدمت و اختیارش نباشید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خیلی ممنون، متشکرم، لطف کردید. تمنو خواهش میکنم، خدا نگهدارید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. سلام دکتر، روزتون بخیر. سلام، خواهش کنم بفرمایید. دکتر میخواستم خود از خودم بگم، اگرش من دو بار طالبتون زنگ زدم بعد میتونم واسم شده قطع کردم، بعد حالا دیگه امروز قسمت شد که دیگه باید سامتون حرف بزنم خود راجع به خودم. شما از کجا تلفن میکنی؟ من از آمریکا زنگ زدم. چه مدتی از امریکا هستی؟ 6 سال یا 6 سال 7 سال. چند سالتونه؟ 25. چی خوندی؟ چه میکنی؟ دکتر حالا من تا دیپلم درس خوندم، بعدش همش کار کردم، مثلا 13-14 سالگیم کار میکردم. نه خب شما قبلش در ایران بودی؟ قبلش در ایران بودم، بله قبلش در ایران بودم. بعد 18-19 سالگی چجوری آمدید امریکا؟ ما ترکیه بودیم، از ترکیه آمدیم، نزدیک یه 5 سال هم اونجا بودیم. خب 5 سال ترکیه بودی؟ 5 سال ترکیه بودیم، بعد اومدیم آمریکا. بعد خب این لغت رو آمدیم، کیا بودید عزیز؟ من و مادرم و خواهرم. خواهرها؟ یا خب چند تا خواهر؟ من و مادرم و خواهرم. من دو تا خواهر دارم، یکیشون با ما زندگی نمی کنه، متأهله، ولی خواهر کوچیکم با ما. خب پدر چی؟ طلاق گرفت. در چه سنی شما بودید که پدر و مادر از هم طلاق گرفتن؟ شاید فکر کنم 8-9. اون وقت شما و دو تا خواهر با مادر بزرگ شدید؟ خواهر بزرگم ازدواج کرده بود، ولی من یه خورده اوایلش پاسکاری شدم، ولی بعدش دیگه با مادر بود. آخه اگر شما در 8 سالگیتون پدر و مادر جدا شدن، 17 سال قبل خواهر چند سالشون بوده که ازدواج کرده بودن؟ خواهرم بزرگتر من. چند سال از شما بزرگتره؟ 5 سال. عزیزم وقتی پدر مادر از هم جدا شدن خواهر شما 13 ساله بوده، اون که ازدواج نکرده بوده. کرده. خواهرم 15 سالش بود. تایمی دکتر من خود سر تاریخ ها ممکنه دقیق نتونم بگم. آخه اینا برای من مهمه، برای من مهم این است که وقتی نه صبر کنید، وقتی پدر مادر از هم جدا شدن شما دو تا خواهر و برادر با هم بودید یا خواهر با... نبود؟ نه خواهر بزرگی نبود. اوکی. من و خواهر کوچیک‌تر هم بودیم. اوکی عزیزم. خب شما آمدید اینجا، مادر جون در ایران چه می‌کردن؟ بله بله ما مادرم اینجا مونا برای سلام شما رفت فرلش داد. بله اوکی دیدارش شد. اوکی به من بفرمایید که مادر در ایران از چه طریق زندگی اقتصادیشون رو بعد از جدایی می‌گذرونده؟ مادر آرشگاه داشتن، یعنی قبلا که با هم بودن داشتن بهش دیجه کار میکردن. اوکی پس بنابراین مادر کار میکردن و یه جوری خرج شما دوتا رو میدادن، حالا قوری هم بودی یا نه. خب حالا آمدید اینجا و مادر اینجا چه میکنه الان تو این 5 سال؟ مادر الان مراقبت میکنه یه خانم محسن. اوکی از بخواه که خلا. حالا شما برای چی لطف کردی تلفن کردید عزیز؟ دکتر والا من یه تایمی که ترکیه بودم خیلی مثلا جوونت تو حالت عادی خیلی اوکی بودم، حرف میزدم، میگفتم، میخندیدم. بعد یه دوره شد که من واسه کار رفتم یه شهر دیگه، بعد مثلا به کارم قضیه واسه همون 13-14 سالگی میدم رفتم یه شهر دیگه و دیگه اونجا کارم
گرفته بود و خوب بود. بعد من قرص استفاده کردم. قرص استفاده کردم. اصلا بعد اون دنیای روشن من تاریک شد. یعنی کلا دیگه افتادم تو راه مواد و نمیدونم مشروب و کوکائین و همه این چیزا با هم قاطی شد. بعد اصلا یه جوری شد که دیگه اصلا اون روحیه رفت. تو حالت عادی من هیچ خوشحالی ندارم. یا مثلا همش بخوام با دوستی حرف بزنم یا یه کار کنم بعد یه مشروب بخورم که حالم خوب بشه بگم. کلش همش تو خونم. تا الانم همش کار میکردم، یعنی همش سر کارم، کلی هم تو کارم همیشه موفق بودم و رو پیشرفت بودم. فقط مشکل اینجا بود که خوب پول در میآوردم، خرج کردن اصلا بلد نبودم. یعنی من هیچ وقت سیوینگی نداشتم. من یه میرفتم قمار میکردم بدون که مثلا دیده درستی داشته باشه. یعنی کارهای اشتباه، کارهای خیلی اشتباه پشت هم. بعد هی به خودم قول میدم میگذره، یه 4 روز 5 روز میگذره، دوباره انگار مثلا تو چند دقیقه همه چی فراموش میشه. دوباره مثلا میام میبینم او زرم تو جاده خاکی دوباره. خب آخه ببینید عزیز، مثل اینی که آدم بگه من مواظب هستم تشنم نشه، یا مواظب هستم گشتم نشه، یا خوابم نبره. ما تا یه حدی این کنترل رو داریم، ولی بعض اوقات از یه جایی که میگذره از دستمون خارج میشه. خب شما بر اساس حرفایی که من میزنید افسردگی رو حتما دارید. شاید با توجه به نوع حرفاتون و اطلاعاتی که میدید زمینه منیک یا شیدایی و سرخوشی هم داشته باشید. یعنی به نظر من یه حرفایی میزنید که بوی دو قطبی رو میده، منیک دیپرشن، و این مقدار تغییرات بیوشیمیاییه. یعنی درست مثل وقتی است که من و شما الان میتونیم با هم حرف بزنیم چون هر دو تا بیداریم، ولی اگر شما یا من خوابمون ببریم که جواب سوال کسی دیگر رو نمیدیم، ولی که خوابیم. و خب این معناش این نیست که بی‌ادبیم یا بی‌تربیتیم جواب سوال رو نمیدیم، خوابیم. خب من بر اساس حرفای شما به این نتیجه میرسم که زیربنای مسئله و مشکل شما احتمالاً افسردگی یا دو قطبی، افسردگی همراه با شیدایی و سرخوشیه. پس 100% احتیاج به مراجعه به روانپزشک دارید و بعداً کمک از روانشناس بگیرید و احتیاج به دارو دارید اگر این تشخیص درست باشه. بنابراین احتیاج اساسی دارید به دارو درمانی، روان درمانی، تا از درون شما رو درست کنه. یعنی تشنگی شما رو از بین. رفتم دکتر، بعد به من گفتش که شما ADHD دارید، بعدش به من قرص ادرال دادن، اول ریتالین، ببخشید ریتالین بهم دادن که اونو که میخوردم همش مثلا آردی من خورم، آدم خیلی حواس جمعی هم مثلا خیلی نمیدونم بیشتر ست سکنم اینجوریه، واسه یه خور مشکوکم به همه چی، این چرا اینجوری شد نمیدونم. نه اون یه قصه دیگری است که مشکوک. حالت عادیم اوکی معمولا آره. بعد این ویتالینو که میخوردم خیلی بیش از حد میشد. یعنی مثلا اگه یه آدم عادی این قضیه رو بکنم باید داشته باشه، ولی میخوردم مثلا یه فکرها یعنی عجیب، همه چی عجیب غریب میشد. شما این ویتالین رو در چه سنی بهتون داده؟ 2 سال پیش دقیقا. پس شما در ایران یا در امریکا؟ ایران من رفتم دکتر حقیقتش. آخه معلوم نیست اون تشخیص دقیق و درست بوده عزیز، برای که علائم و نشانه های بایپولار، منیک دیپرشن، افسردگی شیدایی یه مقداری شباهت به مسئله ADHD داره، کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی. و بعد اون بر اساس حرف های... نه صبر کنید بر اساس حرف های شما ممکنه ADHD هم داشته باشید، ولی من در خصوص افسردگیتون شک ندارم. تازه همیشه عرض من این بوده که دقیق هم نمیدانم که ADHD آیا ریشه افسردگی هست یا افسردگی زمینه ای رو برای اون فراهم کنه. پس اینا بیماری های مرتبط به همن و احتیاج به یه تشخیص کاملی در این زمینه دارید، و این تشخیص به نظر من بیشتر و بهتر از همه حالا که در امریکا هستید از طریق تست تووا انجام میگیره. در کدوم ایالت امریکا هستید؟ رفتم واسه اون تستم، شوی دکتری هم کنم خودتون معرفی کرده بودیم، رفتم اون گفتش که بله ADHD داره. خب غیر از ADHD چی؟ گرایش های افسردگی و استراب و وسواس؟ نه چیزی دیگهش به من نگفت. یعنی به شما نگفتن که گرایش های افسردگی و وسواس داری؟
نه فقط گفتش که یه سری تستا دارن، تست کامپیوتریه، بعد بیا یه 40 جلسه اینجا. نه اون که تست نبوده، اون برای کنترل کردن آره. ADHD، یعنی تست درست کردن ADHD تون بوده. نه من فقط میخوام ببینید عزیز، ما تو این گونه موارد مسئله اصلی و اساسی تشخیصه، یعنی و الا غیر از اون مثل اینکه شما بدونید میخواید کفش بخرید یا پیرن بخرید، بنابراین برای خریدن کفش تو پیرن فروشی یا برعکس نمیرید. من هنوز در مورد تشخیص شک دارم و به همین جهت هست که اگر شما با اون کسی که تست تو رو بهتون داده یه تماس تلفنی بگیرید، بگید اون تست رو نگاه کنن چون همیشه هست و بگید که به نظر شما یا ممکنه من گرایش های افسردگی، استراب، وسواس و یا حتی دو قطبی رو داشته باشم یا نه، چون بیش از همه میتونه کمک کنه. البته تست دیگری است که دقیقتر و بهتره، ولی اون QEG. اون اولین چیزیست که من میخوام عزیز، چون بدون اون یه مقدار گفتگو مشکل میشه. بعدم گفتم شما میتونید هر دو رو داشته باشید، هم بایپولار باشید هم اون، و من چون دلم میخواد قسمت آنچه که مربوط به مغز و سیستم عصبی شما هست یا بیوشیمی بدن شما هست اون تعادل خودشو داشته باشه، من یه جوری کسی به تناب نبسته باشم حالا به من بگه برو که من حالا اگر یه وزنه 10 کیلویی یا 100 کیلویی هست باید اونم بکشم. بنابراین اون تشخیصه و دقته رو میخوام، حرفای شما هم اون رو به من نشون میده. حالا اولا اون راه، اون کار رو حتما انجام بدید، با یه تلفن تشخیص روشن میشه و بعدش هم یه کسی شما رو ببینه مطمئن بشه، چون اگر فرض کنید ریتالین خوردید یا ادرال خوردید یا اینا جوابگوی ADD هست، ولی برخی از اوقات خود این داروها به افرادی اصلا نمیسازه و باید داروهای دیگه انتخاب کنن یا اصلا از این راه نباید رفت، مخصوصا اگر زمینه برای استراب و حالت شیدایی یا سرخوشی یا افسردگی هم کنار این موضوع هست. حالا چی دیگه میخوای به من بگی یا پرسش چه هست عزیز؟ دکتر یه لحظه گوشی دستتون، هم مادرم خواهش میکنم. روزتون بخیر دکتر. خواهش میکنم بفرمایید. منم همینطور بفرمایید. بله شما دکتر، من قبلا که گوش میکردم آقای محمدی رو فکر میکنم برای همین تست. آقای دکتر محمدی، بله، برای این کار خیلی بله. خیلی خوبه. بله بله من بردم ایشون اون تست رو گرفت، در مورد افسردگی اینا چیزی نگفت، فقط فرمز گفت که خیلی هوش خیلی بالا، دقت خیلی پایین، اینو گفته. بعد خب الان این بچه الان فکر میکنم یه سال و نیمه که خودش هم خیلی داره کمک میکنه، قبلا اصلا همکاری نمیکنه، الان خیلی کمک میکنه برای اینکه دکتر مثلا ببینه یا اینکه به خودش بیشتر متوجه است که چیکار کنه بهتر بشه. نه 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 صبر کنید، نه نه صبر کنید، صبر کنید. بله. اصلا خودش به اینکه به خودش نگاه کنه و کوشش کنه بهتر بشه نمیشه عزیز. خب مثل اینکه من با نصب کنید. صبر کنید. حالا ببینه. نه نه نه. حالا اون یه قصه دیگری است عزیز. نه شما یه جوری میگید گویی این مشکل رو حل میکنه. مثل اینکه من برگردم بگم چشمم خوب نمیبینه، حالا من دارم دقت میکنم بتونم بخونم بیاینه. خب نمیتونم. فرقی نمیکنه عزیز. نه ببینید تو این گونه موارد ما یه مشکلی داریم که مسئله دست خودمون نیست عزیز. مثل اینکه شما به من بگید من کوشش کنم 3 روز نخوابم، غیر ممکنه، یا 5 روز آب نخورم، 100% من شما میمیریم. نه موضوع رو اینگونه نگاه نکنید. من اولا همچنان ترجیحم این است که با آقای دکتر محمدی تماس بگیرید و حتما ایشون با مهربونی جوابتون میدن. حرف این است که آیا در تست من، حتی تست رو دارید میتونید، حتی برای ایشون تو سیستم و فایل دارم، ولی اگر به هر دلیل دم دست نباشه میتونید براشون اگر دارید اون فرم کامپیوتری رو براشون بفرستید و ازشون بخواید یک آیا گرایش هایی از اضطراب و افسردگی و وسواس در من هست یا نه، آیا احتمال دو قطبی بودن چون ایشون تشخیصشون در این زمینه درسته در من هست یا نه، و بعدم بر اساس آنچه که شما به من میفرمایید ایشون پیشنهاد کردن که شما بیاید حدود 40 جلسه کار نورو فیدبک رو انجام بدید و شر ADHD رو بکنید. اگر اشتباه نکنم ایشون توصیهشون به شما این بود، درسته؟ اینو فکر کنم به خودش گفت، چون من خب فرقی نمی‌کنه. حالا عرض من اینه، ببینید ما چون دو تا راه که برای بچه‌هایی که یعنی افرادی که اونور 18 سال هستن که بیشتر نداریم، زیر 18 سال ترجیح نورو فیدبک برای اینکه داروها میتونن
تاثیرات جنبی و جانبی منفی و سنگینی داشته باشن. اما بعد از 18 یا 20 سالگی دیگه ما نگران اونا نیستیم. نتیجتا بعد از 20 سالگی کاری که باید انجام بشه دو چیزه: یا نورو فیدبک برای که معالجه کنیم، یا دارو مصرف کنیم. خب دارو هم برخی از اوقات یه دارو میسازه یه دارو نمیسازه، دکترش باید اینقدر عوض کنه داروها رو تا داروی مناسب رو پیدا کنه. ولی با دارو حتی اگر من 20 سالم دارو بخورم حالم بهتر نمیشه، کوشش خودم هم هیچ فرقی نمیکنه و فایده ای نداره، برای که این ماجرا جدی تر از ایناست. مثل که آدم بگه من دقت کنم بالاخره کتاب آلمانی میخونم، من اگر آلمانی بلد نیستم با دقتم کتاب آلمانی رو نخواهم خوند. پس بنابراین اول اون مسئله رو با آقای دکتر محمدی حل کنید، بعدن باید یه تصمیم بگیرید. اگر ایشون فرض گفتن به نظر من ADHDه، میتونید یه نظر دومم بپرسید. اگر کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیتیه، یه دارو رو باید انتخاب کنید و داروها رو اینقدر عوض کنید که یکیش به شما حالت عادی رو بده و یه ثبات و قراری پیدا کنید، اینقدر پایین و بالا نرید. اما اگر گفتن نه، احتمال منیک دیپرشن یا حتی خود دیپرشن افسردگی هست، خب اون موقع موضوع دارو و روان درمانی اینا همه متفاوته. بنابراین تشخیص قطعی و نهایی رو از ایشون یا با کمک یه روانپزشک یا یه روانشناس دیگری انجام بدید و بعدم بر مبنای اون هر کاری که لازمه بکنید. ولی احتمالاً هر کدام از این دوتا، چه ADHD باشه چه منیک دیپرشن باشه چه فقط دیپرشن باشه، شما برای یه مدتی احتیاج به دارو دارید که کمکتون کنه و دارو هم باید از آن گونه باشه که مناسب حال شماست و این غالباً با جا به جایی و جایگزینی و اینا همه اتفاق میفته. بنابراین این کارو بکنید و بعد ببینید چه میشه. دکتر، در مورد این موضوع دکتر محمدی که من باش تماس میگیرم که مشخص بکنیم اون موضوع ADHD و بقیه چیزهای دیگه که به ما نگفته بوده، ولی توی نه به شما گفته بودن، من مطمئنم چون ایشون این توضیح تو اون زمینه میدن، مگر اینکه چیزی نباشه که خب به نظرشون نیومده. من از صحبتهای شما با دیگران گوش کرده بودم، رفتم سراغ آقای محمدی، خودم شخصا پرسش نکرده بودم برای میشد. ولی توی پارسال تا حالا دپاکین 500 و تراکوپین توی ایران که رفت پیش یه متخصص، دپاکین 500 و تراکوپین بهش داد، بعد ملاتونین هم برای خواب شبا میخورد، یعنی یه فکرم 7-8 ماه. بعد توی این داروها ریتالین هم بود که ریتالین وقتی احساس کرد سوء زنش خیلی زیاد میشه دیگه، بعضی خیلی بدجور شد سوء زنش، اونو قطع کرد. ولی آخه سر خود نباید این کارا رو کرد عزیز. بله بله، چون دکترش ایران بود، بعد مثلا تا میخواست تماس بگیر و اینا کارش هم یه جوری بود، یه ذره تماس ناجور راحت نبود اینکه با دکتر بتونه صحبت کنه. ولی خب همینجور ما برش دارو رو میگرفتیم، اینجا میپرسیم که آیا هنوز ادامه بده عوض کنیم اینا. اینا رو من حواسم بود چک میکردم دارو رو، تو کنم 6-7 ماه 8 ماه اینا همین دپاکین 500 تا کپین رو خورد، ولی بعد دیگه کم کم داروهاشو قطع کرد، داروهاشو قطع کرد یه مقدار. مثلا من آخه سرکار خانم، آخه این راه درسته هیچ چیز نیست. بله ببینید، شما یه ذره این مسائل رو یه جوری میگیرید مثل که ما خودمون میدونیم، مثل که به من بفرمایید من یه 2 ساعت رانندگی کردم، بعدم یه 10 دقیقه چشمامو بستم، گفتم یه چیزی نمیشه دیگه، 2 ساعت بی خطر اومدیم. خب میدونید اون دقیقه اول کارمون تموم عزیز. تو این گونه موارد همین جوری نمیشه رفت، و اینکه شک و سوء زنیشون بیشتر شده البته میتونه مربوط به چیز دیگری باشه، تازه میشه تغییر دیگری داد، بعد میشه مقدار رو شاید عوض کرد، بعدم میشه داروی یکیشو کم یا زیاد کرد. ولی اینا تشخیص دکتر روانپزشکه که این آگاهی رو داره. این تشخیص من و شمایی که اصلا نمیدونیم و ای بسا این داروها رو برای اولین بار اسمش رو حتی میشنویم، مثلا از اینکه چگونه کار میکنند و چه نقشی دارن بیخبریم. علتی که من از این فرصت استفاده میکنم، مثلا کسی حق نداره درباره داروی خودش تصمیم بگیره، و الا معناش این است که کسی که رفته روانپزشک شده و 12 سال 11-12 سال دانشگاه رفته و درس خونده و به هر حال الان اونجا نشسته و ای بسا 20 سالم سابقه کار داره، بو برمیگردی میگی من خودم به نظرم این گونه آمد. آخه دنیا یعنی اینقدر 12 سال تحصیلات دانشگاهیشون در دانشکده پزشکی و درسای مربوط بهش هیچی، و من یکی خبر دارم. علت این که من رو در این مورد حساس میکنه و بارها عرض کردم، من اصلا اسم داروامو دقیقا نمیدونم چی عزیز. من رفتم بله دکتر به من گفته بخور میخورم،
امنیت چی داره که چیه؟ بعدم خودم تصمیم میگیرم به نظرم این با من نمیسازه و اون یکی میسازه، اصلا معنی نداره. خب این برای تازه کسی نگفته که این حرفا رو نزنید، حتما این حرفا رو بزنید، این گزارش ها رو بدید که دکتر بدونه که چه باید بکنه. الان هم من تمام حرفم به پسر شما این است که ما با تشخیص، که برخی از اوقات نه تنها نیمی از درمان، تمام درمانه، فقط با تشخیص. خب این تشخیص رو من نذارم رویشون، یعنی من الان کاملا مرددم که ADHD هست یا بایپولار یا ای بسا مسائل دیگری است. تو کلام تو اینجا ما با یه دکتری باز از دفتر شما اسمش رو پرسیدیم، دوباره ادامه داد با یه دکتری توی همون دیولی هست که همین داروها رو باش ادامه داد، یعنی هم داروها که ایران بهش داده بودن دکتر تایید کرد همینا رو بسیار ادامه داد تا یه مدتی، ولی خب یه مقدار هم راه دور بود، مسائل دیگه ما نتونستیم با این دکتر ادامه بدیم. ولی الان نمیخوام اذیتتون کنم، نمیخوام اذیتتون کنم عزیز دل، ببخشید منو، ولی من به سلامتی خودم یا فرزندم، اصلا بحث تلفن و راه دور و رادیو و نمیدونم ایران و بورلی هیلز اینا، اصلا برای من چه فرقی داره؟ مسئله سلامتی ولش کنید، چون میخوام اونها رو نمیخوام، واقعا اینو خدمت دوستان عرض کنم، اصلا نمیخوام بشنوم چه ارتباطی داره. من به قول معروف گفته شده دنبال علم برید، حتی اگر تو چین باشه، البته خب چینی ها همه جا آمدن. برحال جا بفرمایید. درسته. خب دکتر بعضی چیزای همکاری دو نفر با هم میخواد، من بعضی خب یه نمیتونستم. خب خود این بچه هم بعضی خب حالش که بد بود زیاد همکاری نمیکرد، من بعضی جاها نمیتونستم با زور یک کار رو انجام بدم، ولی هر چقدر در توانم بود انجام دادم. حالا دکتر یه موضوعی که هست الان خدا رو دوباره داره همکاری میکنه برای موضوع که دکتر رو ادامه بدیم و اینا، فقط اگر میشه یه چیزی رو من متوجه شدم در مورد اعتماد به نفسش، فکر میکنم بعضی از اتفاقایی که براش میفته کم بوده اعتماد به نفسی که بر خود من نتونستم یه جوری مثلا در مورد این موضوع بهش کمک کنم. اگه میشه یه چند تا جمله شما باشید در مورد این موضوع. نه ببینید عزیز، نه ببینید باز دو مرتبه دوباره کپسول نباشید. ببینید عزیز لطفا دقت بفرمایید، دو تا موضوع فوق العاده مهم و اساسی، یکی اعتماد به نفس سلف کانفیدنسی، اصلا اگر جنبه مثبت نداشته باشه ما به هیچ جا نمیرسیم، و دوم سلف استیم، حرمت نفسه، که بزرگترین مسئله و مشکل مردم کشورهای پیشرفته جهانه. پس بنابراین وقتی شما درباره سلف کانفیدنس و سلف استیم صحبت کنید، اعتماد به نفس و حرمت نفس، مهمترین اساسی ترین موضوع روانی انسان. جالب و نکته مهمش هم اینه که تو 3 سال اول زندگی شکل و فرم میگیره و در نتیجه فقط از راه درستش میشه تأثیرات بعد و منفی 3 سال اول یا بعد رو به ویژه در جهت حرمت نفس درست کرد، ولی این کار میخواد. حالا اول برم سراغ مطلبی که شما میفرمایید. اعتماد به نفس یعنی من توانایی انجام کارا رو دارم و میتونم به هدفام برسم. اعتماد نفس همه دارن، یه عده اعتماد نفس مثبت دارن، میگن من میدونم و میتونم، من میتونم دکتر بشم، مهندس بشم، نقاش بشم، پیانیست بشم. یه عده اعتماد نفس منفی دارن، من انگلیسی یاد بگیر نیستم، من مهندس بشو نیستم، من دکتر بشو نیستم. پس بنابراین این مسئله برمیگره به 4 ماه اول. کار نسبتا ساده ای داره، من هم تو بحثی که راجع به اعتماد به نفس داره توضیح دادم، هم تو سی دی مربوط به راز و رمز موفقیت، برای که اون مسئله پایه و مایه هاش اونجاست. سلف استیم برمیگره به 14 تا 36 ماهگی، و مسئله اصلی و اساسیش اینه که من به اونجا برسم که من خوبم و دوست داشتنی، و در نتیجه در تحلیل نهایی به اونجا برسم که من از دیگران نه بهترم، نه بدترم، نه بالاترم، نه پایینترم. ولی این یه پدیده بسیار پیچیده ایه، این چیزی نیست که من با یکی دو جمله بگم. اتفاقا من بحث اعتماد به نفس و اصلا حرمت نفس رو به دلیل سنگین بودن و حساس بودنش این اواخر درستش کردم تو 12 ساعت. بنابراین یه CD یا USB وجود داره اگه بخواید با فلش کار کنید، که تو 12 ساعت بحث مختصر اعتماد به نفس، ولی بحث کامل سلف استیم و حرمت نفس رو دارم. پسر شما قرار اون رو با دقت نه یک بار دو بار بشنوه، بر مبناش عمل کنه، چون مثل دستور پختن یه غذاست، دستور عمل آدم میگیره، ولی باید کار رو انجام بده. کار سخت و مشکلی هم نیست، مواظب و مراقب باشه، از وقتش برمیاد. بنابراین تو اون زمینه باید کار بکنه. اما همه آدم ها اعتماد به نفس و حرمت نفسشون به هم میرسه اگر ADHD داشته باشه، همه آدم ها اعتماد به نفس و حرمت نفسشون به هم میرسه اگر حالت منیک دیپرشن یا انگزایتی یا استراب داشته باشه.
پس بنابراین میدید دشمن ها هم دور برند، تنها مسئله اعتماد به نفس و حرمت نفس نیست. بنابراین این مجموعه رو باید با آگاهی باش برخورد کرد و به همین جهته که قدم اول تشخیص پزشکی است که گفتم از طریق تست تووا میتونید انجام بدید با گفته وای دکتر محمدی یا با روان پزشک دیگری که گفتید مراجعه کردید. بعدش ماجرای تشخیص رسیدن به اینکه واقعا مسئله من ADHD یا میتونه دو قطبی هم باشه و بعد داروهاش متفاوته، کار روان درمانی رو هم احتیاج دارم، روی اعتماد به نفس و حرمت نفسم، نه اینکه خودش کوشش کنه، نه اینکه شما توصیه کنید، قرار روش کار بکنه. برای کمطور که عرض کردم من تو 12 ساعت کوشش کردم اساس و پایه‌های این مسئله رو مطرح کنم. مسئله ساده پیش با افتاده نیست، بزرگترین مسئله و مشکل امریکاست، بزرگترین مسئله مشکل انگلستان و فرانسه است. این مسئله ایران و ایرانی نیست که فکر کنیم گرفتاری ماست، این گرفتاری همه مردم دنیاست و بدبختی هامون هم از همین جاست. نتیجتا لطفاً اینایی که الان خدمتتون عرض کردم رعایت کنید، مطمئنم شرایط و وضعیت بهتری پیدا میکنید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. مرسی دکتر، جمله های طلایتون رو گوش کردیم و همین که خودش هم کنارم داشت گوش میداد حرفای شما رو. به هر حال لطفا پشت سر بذارید، من فقط میخوام بهش بگم که اولا شما مادر فوق العاده خوب و مهربونی هستید و فهمیده، پسرتون هم پسر باهوش خوبیه، بنابراین امیدوارم از شر این سیخا و میخایی که تو بدنشه خودش رو خلاص کنه. یعنی مشکلی که داره دوتا میخ تو پاشه که باید اینو در بیاره که بتونه راه بره، دوم آدرس گم کرده که باید آدرس رو پیدا کنه بره. نتیجتا هیچ مسئله و مشکلی سر راهش نیست و مطمئنم که به زودی از عهده همه اینا برمیاد و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. مرسی دکتر، یک دنیا ممنون. خواهش میکنم عزیزی، خدا نگهدار عزیزم.